سرسبز بود، جویا پر آب بود، در درخت بود، کشت زراعت بود، گاهداری و مالداری بسیار خیلی خوب بود در این منطقه. بله. برای فیلم کستا واقعا به یک جزیره تبدیل شده. بله. این اول پیسه که مو اگر هرچی که داشتی کمک کده کم و بیش. بله. ولی دیگه مردم توانیزی کمک را نداره. از برادرای خارج و داخل صمیمانه تقاضا مندیم که انشالله در این بند برو یادیم. همین مسابه 15 و 20 متر باید این بلندی زی بره. بخیر بخیر انشالله. اگر نرسه ای به امنی 9 متری در از این که یه امنی قریه یک شلبیتو را کفاید نخواد کنیم. دل باز موم کشیش نمیدارم که را محکم و قوی تر بسازیم. بخیر. سلام علیکم و رحمت الله. آقای اخلاصی بسیار خوش آمدید. خواهش می بسیار خوش آمدید. صفا آوردین صاحب. خیده این جمده مرحله منطقه را وش کردین دیدین. بله و ما صاحب بسیار بسیار خوشحالی که نمی بند. بله. جور شنه همی کسایی که دمی زیر بند خیلی بدالی و بدروزی رو میکشه. بله. عزیز بیابی و بیابی به هر نوع بیابیه. بله. دیگه خیلی زیر زیر بدالی که از حد بخی بور تنها اینا لیمو آبی خوردن با زیر زیر بند نداره. بله بله. و بسیار کوشش و بسیار خوشحال هسته و بسیار از این روز بسیار شاکر هسته که شما تشریف آوردین و باز امیر مو اقدام کده بسیار به هزینه خیلی کم. بله بله. با کمک برادرها و دوستا و مثلا خیرین دنیا. بله. یعنی امیر سایب انمینج خدا گفته این امینج امده سایب انمیر گفت مردم قدم گذاری که و مثلا نمیره جور کده صاحب. بله. و اندیش هم به دست خدای دیگه بینگنی که چی میشه و از دوستا و خیرین خواهش نی که دمی بنی چون مصارف از خیلی قدره. بله. و توان از مو خیلی کمه امیر خیرین کمک کنه. بخیر. اینه بسیار لطف نه بسیار اشی. بله. تشکر منی ممنونش هسته صاحب. آقای خلاصه بسیار خوش آمدید. تشکر. مگم به هر کاری که همت بسته گردد اگر خاری بود گل دسته گردد. مردم چقدر با همت هم مردم چقدر با اراده قاطع پشت سر از این کار استاد هستند. کامل سید امی خریه که بنامه خریه کشه سنگ ماشه سید. بس. کامل کامل خواهان زیه و بسیار محکم پشت زیه استاد هست سید که دی بند سر بشت. بله. تشکر. زنده باشین. کشه شلوه تو وجوره کشه ناصر که میگه یعنی من مشکلی زیاده دیگه او درن. بله. اینا دو سال سه سال میشه که می زمینای زم مخروبه گشته. درست. راحت یه نشده. نه. هم درخت های مسمیر غیر مسمیر هم دهال خوش شده نه. صحیب انمی توقع را ما میره برادرامی تو یادواری کدن. ما کتیم الله میره اکثر رشته خیره با این کمیر یک اقدام خیر کنی کمک از دوستا و برادرای داخل و خارج امیر توقع کنی خدا مهربانه که امیر در جایی برسنی. حالی که ما هم در این ساحه این قراردادی که برادرا قد آقای احمدی و علیزاده ده ما در نظر ما یکی امین 9 متر ایچ چیزم نمیشه دیم. کمه خیلی کمه است. نه کمه است. امیر گفته آقای احمدی که در همین مسابه 15 و 20 متر باید این بلندی زی بره. بخیر بخیر انشالله. اگر نرسه ای به همین 9 متری در از این که یک همین قریه یک شلبیتو را کفاید نخواد کنیم. دل خواهد باید. تشکر حاجی صاحب. زنده باشید. شهیدی صاحب دیگر. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خیلی خوش آمدین آقای اخلاصی صاحب به منطقه قریه کوشه و در این بندی نامی کوشه سنگ ماشه. بسیار. یه اسم گزارش ده، نام گزارش ده. کوشه سنگ ماشه. کوشه سنگ ماشه. بسیار. خدمت شما عرض کنم هیچ فعلا پشتوانه ای از بیرون نداشتیم و ندیم. بله. و یک مقدار پولی که از خود قریجات قریه کوشه سنگ ماشه ما برادرها انداز کردن، کمک کردن، اونما قسط اول از این تمیستیم که بابای بله. احمدی پرداختیم. بله. و قسط دومی و سومی از این هنوز ما هیچ پشتوانه امیدی کسی بر از ما از بیرون و داخل ندیده واقعا. بله. دوستان میخوایم بفهمم که بند را شما با چند مبلغ قراره که دستر برسونید؟ این خب فعلا قرار بود 9 متر در 40 متر 9 متر ارتفاع 40 متر بر از این ساختش نه. درست.
در مبلغ 16 لک افغانی. درست. و اینمی را ما پیش بینی کردیم که امیر اگر ما بتونیم تکمیل کنیم خیلی هنر کنیم. بله. ولی دمیم ماندیم. ولی بنا است که اگر از بیرون و داخل خیرین، مسافرین، نیکوکارانی که تا به حال در جاغوری در کل بنده و سرکا و خریجات در کمک کردن، ما امید داره که در اینجا مور هم کمک کنن، یاری کنن، همین مردمی که از چند سال از خشکاوی رنج میبرن، حتی باور که سال گذشته به آب خوردن هم اینا نداشتن، مشکل داشتن. زمین ها که تبدیل به مخروبه شده، شاید از مسیر راه خود شما دیده باشین. درخت ها که خشک در نصف از درخت در اینجا نمانده سر زمین ها. درست. اینا کمک کنن تا ما میر بیتنیم ارتفاع زیره 15 الا 20 متر ما بالاتر ببریم که این جگه ها استاد شونه. انشالله. انشالله. مشکلات های کمبودی آب و کمبودی پول و کمبودی پیسه و همین چیزا شدیدن نیاز داره مردم. این بند چقدر میتونه مشکلات ها رو انشالله رفع کنه؟ مشکلات رو انشالله در این بند جور شنه، مشکلات رو بخی حل میشه. اینمی ذخیره آوه که ذخیره اش نباز بخیر تا ملت به دریا ره به امید خدا می خوشگابی شد کم شنه و خلاص کنه. خواست شد ولی کم میشه. بله بسیار عالی. بله. خب رحمی صاحب، مهم پیام ما بندیم تا پیام شما رو برای مردم افغانستان برسانم. پیام از ما صاحب همیه بخش مردم افغانستان و بخش کسایی که به داخل از کشوره و خارج از کشوره، ما نیاز به کمک همیز برادرها داره که پر از ما کمک کنه و پول و پیسه که ما اگر هرچی که داشتی کمک کده کم و بیش. بله. ولی دیگه مردم توان ازی کمک رو نداره. از برادرهای خارج و داخل صمیمانه تقاضا مندیم که انشالله دمید بند مرغ یاری کنه و کمک کنه که امید سر برسه. با امید خدا. آقای شهیدی صاحب لطف کن بخش مردم افغانستان در کشورهای مختلف پیام خود به عنوان یک باشنده جاغوری و به عنوان یک عامیان بند بیان کن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم. خدمت کل بینندگان محترم و محترم آقای اخلاصی، واقعا کسی این بند آبی که ما درست می‌کنیم برای فعلا از سنگ و گیل و خاک، یعنی می‌توان ظرفیت از این مردمه. اگر نه این بند باید کسی پخته کاری درست نه، بتون ریزش نه، سیم و سیمیت باید درست نه. ولی این می کسی توان از این مردمه. درست. ولی این کار واقعا کسی از توان از یک قریه و از یک چند خانه کسی بیرونه. بله. این کار یک پروژه یک سر کلانی هسته یه باید کسی دولت باید جور کنه. بله بله. این کار دولتیه از توان یک قوم و یک ملت و یک قریه کسی واقعا بیرونه. درست. امیدوارم انشالله همه بینندگانی که ما رو میبینه اینمی بند کسی از توان ظرفیت از دست از مردم بیرونه. جناب آقای شهیدی صاحب قصه کن که رئیس پروژه شما کیه، معاونش کیه، ناظر کیه، همی تیم کاری خرا بیان کن و خزانه دار کیه. رئیس کسته آقای احمدیه. بله. کربلای احمدی کسته رئیسی از این پروژه. بسیار خوب ماشاءالله. ما 6 نفر کسته شورا هستیم. خب بسیار خوب. این 6 نفر که میبینیم به عنوان یک شورا و یک مشورگر هستیم. خوب هسته. بنده حقیقا به عنوان یک داخل دار هستیم مستم. خیلی خوب. پست مهم تسلیم شما شهیدی صاحب. تا هنوز از طرف کدام خیرین چقدر مبلغ کمکی دریافت کردین؟ مبلغ 35,000 افغانی هست از طرف فرید مرادی هم در برای پیرو داره. خداوند انشالله خیر و برکات در زندگیش عنایت کند. انشالله 3 تا صلواته. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. الله. خوب همه شروعش با یک مبلغ کمکی خوبه. خب نفر دوم سوم؟ نفر دوم کسا پیسه که آورداد 5,000 افغانی که آورداد پدر انجینر حبیب الله آورداد. بسیار. 2,000 افغانی کسا که آورداد طاهری آورداد بچه دکتر طاهر آورداد. درست درست. که مبلغ 5,000 افغانی که قصه اولش مشود کسا این کسا همین خود شرکای امزی منطقه جمع کرده و تحویل از یکی اگدیم آقای احمد اگدیم. بسیار خوب. آره. بسیار خوب. خب شما دوستا که کمک کنن چقدر در حق از اونا دعای خیر خواهد داشتین؟
انشاءالله دعای خیلی زیاد داریم، خصوصا در این ماه مبارک رمضان دیگه به شبهای قدر انشاءالله برش دعا گوستیم انشاءالله دیگه. با امید خدا، انشاءالله مردم کسی بسیار با شوق و با سلیقه خاصه واقعا کن، هر کسی که میبینه واقعا کسی دلش خوش میشه و امو قدری که توان داره با امو قدر کسی کمک میشه دیگه، از توان بالتر هم کسی کسی که نمیتونه نه، ولی مردم بسیار با شوق و با سلیقه خاصه که امیره بند بخیر جورشون اگر دیر کسی ببینه پر از آب و با آب با منفعت و آب خوبیه، پر خیر پر برکت باشه انشاءالله، مستحکم باشه انشاءالله. جناب آقای شهیدی صاحب، تعدادی از مراجع در قسمت سدسازی و مهار آب برای مؤمنین اجازه داده تا سهم خود مصرف کنند، آیا نماینده های شما در دفتر آیات اعظام مراجعه کردن یا خیر؟ تا هنوز نه، هنوز نرفته. بله، ولی اگر بوده شد کسی همی سهم یا سلسه یا نصفش یا اگر صلاح بیدنه کل از سهم امام علیه السلام کسی اگر صلاح بیدنه به این را مصرف کنه بهتر انشاءالله. جناب آقای شهیدی، اگر بند ساخته نشونن چه خطر مردم را تهدید کنن؟ واقعا کسیم منطقه شیل به تو از او پیش که بلفرد کسی از یک 20 سال پیش یا 30 سال پیش کسیم بخیر سرسبز بوده. خب سرسبز بود، جویا پر آب بود، در درخت بود، کشت زراعت بود، گاهداری و مالداری بسیار خیلی خوب بود در این منطقه. بله، برای فعلا کسیم واقعا به یک جزیره تبدیل شده. بله، این آب هیچ نداره، حتی بعض اوقات در آب خوردن خب دیر مفتاج. بله، تشکر. تشکر از شما، موفق باشید همگی. سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای احمدی صاحب، شما را دوستا اعتماد کرده و یک پروژه کلان را تسلیم شما کردن، شما چقدر میخواین به عنوان یک فرزند صادقی از این وطن و از این مردم یک کاری ارزشمند را تسلیم از این مردم کرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما جناب آقای اخلاص صاحب، خدمت بینندگان چنل وادی نور، کسایی که زی درچه چنل وادی نور مرو ببیند. استاد اخلاصی، خلاصه کار کلان را تحویل از ما دیده آقای احمدی زیا، باز مم کوشش نمیدارم کی را محکم و قوی تر بسازید. بخیره. دوستو مقدار نگرانی داشت که ما اگر این بتون نشنه ممکن خطر ساز باشد، آیا شما متوجه از این خطر هستین نیستین؟ سیلی که دمی سالا که خلاصه همی عمر از ماست، سیلایی که مایه چندان سیل نبوده، خلاصه غضب خدا رو کس گفته نمیتونه. بله، باز دیگه هیچ بندی خاکه را تبال سیل تخریب نکنه. بله بله بله، دیگه ما خلاصه همی قدر اطمینان میدیم که نمیرم، دیگه هیچ کدام آسیبی نمیرسیم نداشت. بخیر، در این کاری که ما خلاصه در این انجام میدیم دیگه کدام آسیب نمیرسیم. خب دو چیز میتونه بند را نگاه کنه، یکی ریگیره یکی سرریزیه. بله، آیا شما پلان از این دو کار دارین؟ پلان سرریزی رو که 100% دارین. بله، پلان ریگیر هم خلاصه همه رو گفتیم که اگر ریگیر باید 100%، اگر ریگیر خوب اساس دمی بالاتر اینجی بازی داشت. با امید خدا را. خوب، انشاءالله که موفق باشین، جور باشین، سرفراز باشین دوستا، خدا نگهدار شما باشین. سلامت باشین، تشکر.